قربان عاشقی که به گودال قتلگاه یک سجده رفت و لیک سر از سجده بر نداشت. خواندند قدسیان همه با او نماز عشق، قربان آن امام جماعت که سر نداد. خانه بودم فاطمه آورد تا اینجا مرا، هر کجا مادر بفرماید گذر دارم حسین. روزه را جارو زدم، قلب مرا جارو زدی، حال دیگر داشتم حال دیگر دارم حسین. وای مأجر من، مأجر من، مأجر من، وای از هنجر تو، هنجر تو حسین. صدا زد حسینم نماز عشق، نشسته نخوانده بودم و خواندم. قنوت بازوی بسته نخوانده بودم و خواندم. زنی ز هاشمیان تا کنون اسیر نبودم. دعا به ناقه نشسته نخوانده بودم و خواندم. یادت من از این خونه به اون خونه چجوری میبردی؟ سایم رو زمین نیفته، فقط یه حرف میزنم یا فاطمه شما راضی باش و سلام. این چند شب و بذار ما برا پسرت نوکری کنیم، یه جوری نوکری کنیم شما خوشت بیاد بی بی جان، یه چیزی بخونیم شما خوشت بیاد بی بی جان. دست من نیست اگر پیراهنم پاره شده، پیراهن پاره ی آن پیراهنم کرد قصه. شرح قصه زندگیم یک جمله است، آمد به سرم از آن چه می‌ترسی ای حسین. بشنود بشنود هر کس که میخواهد ز تو دورم کند، مرگ بر من لحظه ای دست از تو بردارم حسین. حرفم تمام، تو ته گودال رفتی، من شدم بالا نشین. ای سر زمیر یا با عبدالله، ای نور مسیر یا با عبدالله. خودم رو میگم به خودم، هرچند به درد تو نخوردیم اما ما را بپذیر یا ابا عبدالله. خدای مرگ ما را تو روضه ها قرار بده. در حالی که داریم گریه میکنیم بر عزیز زهرا، اگر بمیریم در حال نوکری و گریه کردن و سوختن بر حسین مرگ ما را قرار بده. به قول علامه شوشتری میگه خدای ما
هیچیمون به شکل اهل بیت نیست، نه نمازمون، نه روزمون، نه قرآن خوندنمون، هیچیمون. فقط یه جا شبیه اهل بیت میشیم، اونم موقعی که برای حسین گریه میکنیم، شبیه زهرا میشیم، شبیه پیغمبر میشیم. خدای این شباهت های اهل بیت رو برا ما روز از پیش و خلاصه آن با آن مزید بفرمایید.